درود بر شما. 19 مهر ماه 1398 خورشیدی و 11 اکتبر 2019 میلادی. در صفحه آخر امشب میریم سراغ امام جمعه ها، نمایندگان رهبر معظم در شهرها و استانها، شورای سیاستگذاری امامان جمعه، غارت مملکت به دست همین امام جمعه ها. ساده لوحی شاید طمع عده ای از مردم در سرمایه گذاری در پروژه آدینه که مال امام جمعه هاست، یعنی چه عرض کنم، مال امام جمعه هاست. و نکاتی که به این موضوع مربوط میشه به هر حال در طول برنامه، پرده آخر کوتاه و توپم آخر برنامه، تقدیمی این هفته به کارگران هفت تپه است. هفته پیش گفتم که با زندانی کردن اسماعیل بخشی مشکل کارگرها حل نمیشه، هر روز یک اسماعیل بخشی به وجود میاد وسط. مشکل رو باید حل کرد، نه کسی رو بندازیم زندان که میگه مشکل داریم. وقتی آمارهای خودتون میگه که سال 98 بدترین سال مسکن برای کارگران در سه دهه اخیر بوده، وقتی خودتون میگین خونوارهای کارگری که حداقل حقوق رو دریافت میکنن اگه بکنن برای هزینه های معیشت خود در سال 1398 ماهانه 2,200,000 تومان کسری بودجه دارن، بازم میگین اعتراض کارگرها به وضع موجود کار عوامل بیگانه است و دشمن است و فقط تو همین چند روز گذشته چند تا تجمع اعتراضی برگزار شد. دو سه تاشو براتون میگم. سه‌شنبه 16 مهر، جمعی از موبایل فروشان پاساژ علایالدین تهران در اعتراض به مشکل ثبت گوشی و قطع تعداد پرشماری تلفن همراه که چند ماه پیش در سامانه همتا ثبت شده بود، مغازه های خود را تعطیل و مقابل ورودی این پاساژ تجمع کردند. سه‌شنبه 16 مهر، مال باختگان مسکن مهر قرچک در برابر دادگستری قرچک در شهرک طلاییه تجمع اعتراضی برپا کردند و اقدام به مسدود کردن خیابان کردند. دوشنبه 15 مهر، رودررویی ماموران حکومت با کارگران اعتصابی آذراب، محمد تقی آبایی هزاوه مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت روز گذشته مبلغ 3,000,000 تومان بابت حقوق مرداد ماه به حساب هر یک از کارگران شرکت آذراب واریز شد. الان هفته سوم مهر ماه داره تموم میشه، اینا بعد از اعتصاب، در واقع در جریان اعتصاب کارگرها و کتک زدنشون و گاز اشکاور بهشون شلیک کردن، حالا میگن حقوق مرداد ماهتون رو پرداختیم که همش هم پرداخت نشده. چهارشنبه 17 مهر، شماری از کارگران واحد تولیدی صنعتی آذراب عراق برای چهارمین روز پی در پی نسبت به معوقات مزدی خود دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان تعیین تکلیف سهامدار این شرکت شدند. ببینین، مشکل خصوصی سازی که در واقع واگذاری شرکت‌های سودده دولتی به خودی هاست، دامن آذراب هم گرفته. صنایع آذراب عراق ابر شرکت هلدینگ ایرانی است که در زمینه احداث زیرساخت‌های صنعتی، ساخت پالایشگاه‌های گاز، پالایشگاه‌های نفت، مجتمع‌های پتروشیمی، صدها کارخانجات سیمان، نیروگاه های برق آبی، نیروگاه های گازی، نیروگاه های حرارتی، نیروگاه های هسته‌ای و تولید تجهیزات مربوط به آنان فعالیت می کند. کارگران آذراب که بیش از 2 ماه از حقوق و دستمزدی دریافت نکرده اند، خواستار بازگشت این واحد تولیدی به سازمان گسترش و نوسازی ایرانند. همین داد و کارگرای نیشکر هفت تپه دارن میزنن. 3 هفته است دوباره اعتصاب کردن به خاطر اینکه هیچ جوابی از اعتصاب و اعتراضای گذشته نگرفتن جز 1 ماه فیش حقوقی عقب افتاده که یعنی فعلا ساکت شین. همزمان بگیر و بند نماینده هاشون.
صحبت‌های کارگرای نیشکر هفت‌تپه با خبرگزاری صدا و سیمای حضرات رو ببینید و بشنوید داخل محوطه هفت‌تپه. بالاخره من میدم شاید حرفا پخشش، ولی ما یه جوری متاسفانه هفت‌تپه یه جوری شده، نمیدونم ترسی دارن ازش، نمیدونم این آقایون خیلی با نفوذن، نمیدونم چه جوریه اینا که هر وقت از هفت‌تپه اعتراضی شروع میشه هیچ کی پاشه نمیذاره وسط. زمانی که اعتراض داره صداش بلند میشه، همه دارن بهش توجه میکنن، شروع میکنن به برخوردهای امنیتی، دو سه نفر میان اینجا نمایشی از مسئولان میان صحبت میکنن میرن. حالا شاید لابلای حرفاشون از 10 تا خواسته که ما بخوایم یک خواسته رو نصف نیمه اجرا بکنیم، خب ولی هیچ وقت ما به خواستهامون نرسیدیم. مشکل ما اینجا، شما نگاه کنید، حرف خیلی منطقی ما میزنیم. ما میگیم آقا 4 سال اینجا اینا اومدن، درسته؟ چرا تو این 4 سال یعنی هیچ ارگانی، همون ارگانایی که رفتن واسه دوستای ما پرونده امنیتی تشکیل دادن که کار اصلیشون پرونده تشکیل دادن واسه این آقایونه، چرا این آقایون نمیان بگیرن؟ چرا نمیان این آقایون رو بازخواست کنن؟ چرا کارگری که میاد اینجا یه حرفی میزنه میره با اون سنگر، دیدی بچه ها میرن بالاش صحبت میکنن؟ به خدا قسم اگر فشار امنیتی نباشه تک تک این کارگرها زبون دارن، حرف دلشون رو راحت میرن میزنن، ولی نمیتونن. ما توی چند روزه داشتیم رفتن بچه ها خیلی جا سوال جواب شده، نباید اینطور باشه، یه جوری باید باشه که ما کارگر حرفمون رو راحت بزنیم. ایمان اخضری بعد از همین صحبتایی که شنیدین بازداشت میشه، به جای اینکه صحبتاش تو صدا و سیماشون پخش بشه بازداشت میشه. خاک تو سر اون انقلاب مستضعفانتون. واقعا هفته پیش 14 تا از نماینده های کارگرای هفت‌تپه میرن طرف تهران تا با مقامات مسئول در مرکز مثلا صحبت کنن، وسط را تو جاده خرم‌آباد میگیرنشون، بعضی ها رو آزاد میکنن، بقیه هم وثیقه میبرن. محمد خنیفر، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی، چشم خاور، ایمان اخضری، محمود خدایی از 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان وثیقه. چهارشنبه شب ظاهرا همشون رو به طور موقت آزاد میکنن، موقت واسه اینکه اعتراض کارگرها فروکش کنه و بعد دوباره برن سراغشون به اسم رسیدگی به پرونده و حکم دادگاه و از این حرفا. تقدیمی این هفته به 5000 کارگر هفت‌تپه. هفت‌تپه‌ای که 120,000 تن شکر میزد، هفت‌تپه‌ای که شهرک سازی میکرد، هفت‌تپه‌ای که یه جیره غیر نقدی میداد که باید نیسان میومد میبردش، هفت‌تپه‌ای که پدر بنده با 8 تا بچه خونه درست کرد، مایحتاجمونی میداد. اما الان هفت‌تپه چی شده که نمیتونه حتی مایحتاج خودمونه بده و روز به روز داره از مطالباتی که ما داریم داره میزنه. هفت‌تپه‌ای که ما روزی که شروع کردیم، الان از وقتی که هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد کاملا عملکردش مشخصه. اون از توهینایی که به ما کردن، اون از وضعیتی که به وجود اومد، اون نمیدونم قتلی که به وجود اومد، اون آتش سوزی که به وجود اومد و تمام چیا دست به دست هم داده که هفت‌تپه به اینجا رسیده. کی هفت‌تپه رو اینطوری کرد؟ هفت‌تپه‌ای که هنوزه یه نفر داره به اسم مدیر عامل و معلوم نیست کجاست. هفت‌تپه‌ای که قائم مقام نداره، نمیتونه مدیریت بکنه بخش تمام هفت‌تپه رو. اینا اهلیت این کارو ندارن. اینا مال این کار نیستن. اگه مال این کار بودن وضعیت ما این نبود. الان هم گروکشی کرده میگه آقا حقوقی شوقی رو میدن. ایان نست ای خدا باید به کی بگم من مشکل من حقوق نیست. چرا تا یه چیزی میشه میگه حقوق پرداخت میکنیم، پا بقیهش چی میشه؟ پا بقیه مطالبات چی میشه؟ وضعیت اسماعیل ای خودم رو میخوام فقط یه چیزی بهت بگم. ایان نست مگه نه اینجا ایم هممون؟ آقا به خدا مرد میخواد پای این سنگر وکسه، مرد میخواد. یه چیزی میخواد بگم امروز من فقط نباید پیش خودم، خدای خودم و بچه خودم شرمنده باشم. فردا بچه‌م از من پرسید تو کی بودی؟ چه کردی؟ بگم آقا زدن تو سرم به هر قیمتی، به هر خفتی زدن تو سرم، صدا من در نیومد.
این زندگی که برای من درست کرده. من اقل درد دلم به کی بگم؟ خدا. من دیروز با محمد و بچه ها نشستیم گفتیم اقل بیا یه گوشه بشینیم با هم صحبت کنیم. میدونه چی من میگه؟ میگه یوسف هر جا بشینیم میریزن سرمون. میگم بریم تو خونه خدا بشینیم. میگه اینجا هم امنیت نداریم. تو خونه خدا کجا بشینیم حرف بزنیم؟ کی حرف من رو میبره؟ دادستان میگه همه مشکلات رو حل میکنم، اما حل نمیکنه. تا کی؟ همش دروغ، همش دروغ. الان یه چیز رو میخوام بگم آقا، همه بدونید تو این وضعیتی که ما داریم دو را بیشتر نیست، دو را داریم. یا باید جریگی بخرنت، یا اینقدر تهدیدت میکنن میبرن تو میارن تا پدرتو در بیارن. این حال روزمونه. غلط میکنم. یعنی اتحادی که میگیم آقا اتحاد به تمام معنا، وایسا مرد و مردانه. آیت الله خامنه ای از رهبری و پیشوایی به نمایندگی امام زمان و بعد خود امام زمان به معنای تفسیری ولی فقیه امام عصر و بعد تقدس حتی مثلا قدمگاهش هر جا رفته، محل جلوس مقام معظم رهبری در تاریخ جمعه 16/2/84 در مسیر کوه پیمایی و بعد از شدت تقدس پیشوا، حالا مدعاها میگن خامنه ای عین خداست. یکیشونو بشنوین که ظاهرا محمود کریمی است که میشناسینش دیگه، همون افتید کشه، همون که مدعاه آقاست در بیت آقا. فرقی هم مگه میکنه کدومشونه؟ بشنوین دیگه. غیرت این قیام دست امام آخره، وارث این امام خامنه ای دلاوره. تو جهول برا هستی، تو نورال خدا هستی، تو جهول برا هستی، تو نورال خدا هستی، تو شمس و زها هستی، تو عین خدا هستی. مقدس، تعصب، تقدس، بپرسینش دیگه. خامنه ای تو حوزه علمیه پایگاهی نداره، به ویژه تو آخوندهای سنتی که مقلدان بسیار توی بخش سنتی جامعه دارن. اینقدر این رهبر معظم در حوزه علمیه بی اعتبار هست که یک مرجع تقلید میتونه راحت در ملای عام بهش بگه غلط میکنی. یادتونه دیگه، قبلا پخش کردیم سخنرانی خامنه ای 13 خرداد 89 در جمع مدعاهان. این که اصرار میکنن که بلند گریه کنی لزومی نداره، آرام گریه کنه. وقتی میخوان سینه بزنن اصرار بر این که این صدای شما مثلا صدای این جمعیت نیست، صلوات میفرستن این صلوات صلوات این جمعیت نیست، شما بخواید صلوات بفرستن ولی تو دلشون. آیت الله وحید خراسانی پدرزن صادق لاریجانی فوری عقشو میگیره، میگه اصلا تو فقیه نیستی که ولی فقیه باشی. این بی سواد هایی که غلط میکنن میگوین آهسته گریه کنید، امام ششم رئیس مذهب حدیث این حدیث فقیهیه. فقها ور افتادن، فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه، فقیه اینانن که میگوین سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه
اینه فقیه، فقاهت اینه، آهسته گریه کن، این غلط ها چیه؟ خامنه ای با میاد با گسترش در واقع درک خمینی از قدرت روحانیت در معنای ولایت فقیه، همینطور که نهاد مداحان حکومتی رو درست کرد تا همه جا از ولایت او و حالا دیگه از خدایی او بگن، نهاد روحانیت دولتی رو هم تو امامای جمعه شکل داد، ستاد ائمه جمعه. حالا جزئیات چه میگم؟ یک نهاد ده ها هزار نفره، شاید هم بیش از 100 هزار نفره، که زیر نظر 900 تا امام جمعه در سراسر کشور دفتر و دستک دارن. سید رضا تقوی که به حکم خامنه ای 17 سال رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بود و اخیراً عوض شد، میگه در تاریخ دهم خرداد 79 حکم من صادر شد و کار را شروع کردم. حدود 400 امام جمعه در شهرها داشتیم، الان به 900 امام جمعه رسیده است. اینا چیکار میکنن امام جمعه ها؟ افزون بر تبلیغ هفتگی تو نماز جمعه، تبلیغ هفتگی سیاست هایی که مستقیم از بیت رهبر معظم بهشون ابلاغ میشه، وظیفه شون هم هست، میان تو خطبه نماز جمعه میگن. غیر از این چه میکنن؟ قدرتمندترین افراد در استانها و در شهرهای مربوطه امام جمعه هان که هیچ رئیسی ندارن جز رهبر معظم، و هر چه بگن و هر کاری بکنن به عنوان نماینده ولی فقیه، نماینده امام عصر، اطاعت ازشون واجب است. به هیچ کس هم گزارش نمیدن، هیچ قاعده و قانونی هم کارشون نداره. اعضای شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، رئیس ممجواد حاجعلی اکبری، اعضا سید رضا تقوی رئیس پیشین، محمد قومی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمد جعفری گیلانی رئیس هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حبیب الله غفوری قائم مقام مدیر حوزه های علمیه کشور، سید هاشم رسولی محلاتی از اعضای دفتر رهبر معظم، سید علی قاضی اسکر نماینده رهبر در امور حج و زیارت ببخشید، عباس علی اختری امام جمعه پیشین سمنان و سید علی شاه چراغی امام جمعه ری، همشون اینجوری وصلن با آقا از پیش. 4 تا معاونت داره این شورای سیاستگذاری ائمه جمعه: معاونت سیاسی، معاونت جذب و گسترش، معاونت بازرسی و معاونت اجرایی. بودجه این نهاد برای سال 98 20 میلیارد تومان تعیین شد، یعنی دولت فقط برای امسال 20 میلیارد تومان به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه داده به نهاد زیر نظر رهبر. مالیات هم مطلقا نمیده این نهاد، حساب کتابی هم مطلقا نداره. 20 میلیارد تومان جیرینگی از بودجه دولت میگیره، از بودجه مملکت. خب داشتم میگفتم که این ائمه جمعه که نمایندگان رهبر معظم هستن چه میکنند؟ از امام جمعه مشهد تا اصفهان تا شیراز تا شهرهای فارس و خوزستان همشون مروج تقوان، مروج اخلاقن. اگرم یه وقت بشنوند که صدای موسیقی مثلا بلنده یا جوانا تو خونهشون یا توی باقی مهمونی گرفتن، فوری فرمان حمله صادر میکنن تا اسلام نابود نشود. از انبوه ویدیوهایی که از آخونده و امامای جمعه در رواج فحشا در مملکت پخش شده دیدین دیگه، خودتون من میدونم هی رفتین و سرچ کردین و نشستین بارها دیدین، یکیشو ببینین، مخصوصا اونایی که نهیدن میگم، تا بریم سر اصل مطلب که قارت مملکت به دست این نماینده های ولی فقیه. اینم که میگم یکیشو ببینین از این ویدیوها، نه به دلیل دخالت در امور شخصی افراد و این حرفا در مورد روحانیت حاکم بر یک مملکت با ایدئولوژی خودشون با همه جزئیاتش که میدونین صدق نمی کنه. این ویدیویی که میبینین از مکان رئیس وقت ستاد اقامه نماز توی سرکان
حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا گلستانی است. ایشون آقای حاج آقا حسن گلستانی همسر یکی از آدمای زیردستش تو ستاد اقامه نماز جمعه توی سرکان که خودش رئیسش ها، این شخص همسر یکی از آدمای زیردستش رو میاره خونش که از قبل خالی کرده خونش رو، و خودش میگه تو این ویدیوی طولانی که یکمیشو واسهتون پخش میکنیم، میگه زنم و فرستادم منزل فامیل برای صله رحم، مکان رو خالی میکنه. شوهر اون زنی رم که آورده خونه فرستاده همدون واسه مأموریت کاری. بعدم به همسر همکارش که از ویدیو پیداست رابطه جدیدی هم نیست که با هم دیگه دارن، میگه میومدی همسایه ها که ندیدنت. چند نفر رو این نظام مقدس سنگسار کرده به خاطر به قول خودشون زنای محسنه. این آخوند و اون زنه هر دو مزدوجن، مثلا زنای محسنه دارن میکنن. چند تا از این ویدیوها دیدین تو فضای مجازی؟ انصافا تا حالا یه آخوند و یا یک مسئول حکومتی همه از نماینده مجلس و غیره و شنیدین که مثلا سنگسار بشه؟ نعوذ بالله. انتصاب این فیلم به حسن گلستانی رئیس ستاد اقامه نماز توی سرکان نه تنها از سوی هیچ مرجعی تکذیب نشد، بلکه سخنگوی وقت قوه قضاییه در این مورد اعلام کرد پرونده‌ای برای او در دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شده است. چند ماه قبل از این تاریخ سایت تابناک نوشت دادگاه ویژه روحانیت وی را خلع لباس کرده و به تبعید و 100 ضرب شلاق محکوم کرده است. اگر آخوند نبود و مستقیم یا غیر مستقیم با آقا امام خامنه ای منتسب نبود، تازه همون تبعید و شلاقشو کی دید؟ حالا این چیزا که از آخوند جماعت میدونیم که فت و فراوان است، مهم همین نکته است که عرض کردم که به دلیل حکومت روحانیون که اشاره کردم، این چگونگی برخورد با روحانی به عنوان یک قشر ممتاز در جامعه چگونه برخورد میکنن دستگاه‌های حکومتی که مال همین نهاد روحانیت حاکمن و با مردم چجور برخورد میکنن. باری میخواستم درباره به خاک سیاه نشوندن مردم به دست امامان جمعه بگم. بذارین شروع بکنم از مجتمع نور که بعضی جا که تونستن امام جمعه ها پول مردم رو بالا کشیدن،
به اسم همین مجتمع نور. حالا ببینین بندر عباس برای نمونه. تجمع مالباختگان مجتمع نور، این مال بندر عباسه که امام جمعه آقای نعیم آبادی گفته به حسابش مردم پول بریزن، پولا رو زده به جیبش و رفته. ما اینو بزرگ کردیم و میخوایم که نشون بدیم، چون رئیسی گفته که من میخوام حقو بگیرم، میخوام ببینم آیا واقعا حقو میگیره یا نه. البته که مشت نمونه خروار است. ببینید همه فرهنگی، همه کارگر، 12 سال ما تو مصیبت هستیم، بازنشسته، اینا پول ما رو نمیدن. الان ما جلوی دادگستری هستیم، دادگستری بندر عباس استان هرمزگان. کسی نمیاد به داد ما برسه. اینم مردم بیچاره ما که از صبح کبابیم توی این هوای بسیار گرم. اینم حساب آغاز که برداشته ریخته تو حساب خودش و رفته. الان نماینده ولی فقیه، کسی که با امام زمان در ارتباطه. چقدر بالای 200 میلیارد تومان ها. نیمه دهه 80 شورای سنا یه قلمش بود. حالا که این آقای غلامعلی نعیم آبادی گذاشته زیر عمامش، نیمه دهه 80 شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور منتصب آقای امام خامنه ای تصمیم گرفت تو هر شهری یک مرکز تجاری مذهبی بسازه با پول مردم. ببین اینایی که دارم میگم هیچ کدومش نه کنایه است نه حاشیه است، سر راست حرف روشن درباره این واقعیت روشنه. با پول مردم یعنی چی؟ یعنی یک مرکز خرید مال به اصطلاح آمریکایی‌ها که دیگه تو ایران هم رایج شده، یک مرکز خرید در کنار یک مصلا به قول خودشون، که یعنی اینجوری نمازخونه وسیع عمومی و حوزه علمیه با همدیگه در کنار مرکز خرید باشه، ولی پول همش رو مردم بدن. طرح اولیه با تفکیک مغازه ها به مردم فروخته میشه و قرار می شود که حد اکثر در طول 2 سال مغازه ها تحویل مردم داده بشه، تقریبا همزمان تو شهرهای مختلف. طرف حساب امام جمعه هر شهره. چند تا امام جمعه داریم؟ عرض کردم 900 تا. مقدمتا برای شروع کار 8 پروژه آدینه تو 8 تا شهر را افتاد. یکیش با پیش فروش 450 مغازه، یکی 600 مغازه، یکیش بالای 1000 تا. بعضی جاها پروژه ها وسط کار متوقف شد کامل، پول مردم هم تو جیب امامزاده ها واقعا. هی برین امامزاده ها، همین ها میشن امامزاده. بعضی جاها این پروژه سرش همچنان دعواست و پروژه با یک گام به پیش دو گام به پس در جریانه. بعضی شهرام اعلام شده که تکمیل شده اما یه مقدار مثلا روکاریش مونده، مثلا چالوس. علیرضا جباریه یکی از کسبه مجتمع تجاری آدینه چالوس به نمایندگی از دیگر کاسبان این مجتمع میگوید خرابی دیوارهای مغازه‌های سمت پارکینگ به دلیل رطوبت، نبود روشنایی کافی، خرابی ورودی‌ها، بی‌اعتبار بودن اجاره‌نامه رسمی برای دریافت پروانه کسب، از هر واحد 300 هزار تومان بابت قولنامه اخذ شده که اعتباری هم ندارد. دریافت مبلغی به عنوان ورودی از افراد که محل هزینه آن مشخص نیست و سنخیت نداشتن اجاره بها با وضعیت فعلی مجتمع از جمله مشکلاتی است که در صورت ادامه بیمه تعطیلی بسیاری از واحدها را به دنبال دارد. هنوز راه نیفتاده. در رشت سال 62 آیت الله احسان بخش امام جمعه وقت رشت که مرد به فکر ساخت مصلای بزرگی برای این شهر افتاد، بنایی که ساختن آن 8 سال طول کشید. احسان بخش برای اینکه بتواند خرج ساخت مصلا را جور کند امتیاز یک پروژه تجاری را هم میگیرد، پاساژی در گلسار رشت که کماکان متعلق به مصلا است. حالا آیت الله قربانی امام جمعه رشت، سالها امام جمعه بود با حکم خامنه‌ای، میخواست بزرگترین حوزه علمیه ایران را در رشت راه اندازی کند برای تحصیل 2000 طلبه.
او برای اینکه پول ساخت این حوزه را جور کند، بخشی از زمین 3 هکتاری مصلای رشت را تبدیل به یک مجتمع تجاری کرد. پیش فروش این مجتمع از سال 88 شروع شد. ببینین، این تجمع متقاضیان مجتمع آدینه رشت 27 اسفند 96 8 سال بعد از شروع پروژه پول دادن، مردم دست آخوند مگه میتونن ازش پس بگیرن؟ هر سال به مردم وعده دادن، کار تموم نشد، پول رو هم که گرفتن. 2 سال پیش، سال 96، باز تجمع دیگر در رشت. خیلی از دوستان از سال 88 اینجا سرمایه‌هاشون رو خوابوندن. من یکی از تازه‌ترین افراد هستم که طی 5 سال گذشته این ضرر و زیان رو متحمل شدم. وعده‌ای که به ما در روز خرید داده شد بعد از 2 سال تحویل بوده. بعد از 2 سال، یعنی 90-92 به ما تحویل داده بشه و بعد از اون خسارت تأخیر که الان 5 سال از اون تاریخ گذشته و اکثر دوستان 8 سال 9 سال. چند نفر میشن حدوداً؟ حدود 600 نفر خریداره که بعضی ها 1 واحد، بعضی ها 2 واحد، بعضی ها 5 واحد خریداری کردن، پیش خرید کردن. ما از آقای قربانی که این وعده ها رو به ما داده می‌خوایم که با کی مذاکره کردید؟ امضا کردید؟ امضای پای قرارداد ما امضای جناب آقای قربانیه. یعنی شما امام جمعه رشت نماینده ولی فقیه؟ شما یعنی با ایشون رفتین؟ یعنی ما به اعتبار ایشون اینجا رو خریدیم. بنگاه با کی رفتین؟ بنگاه نبوده، دفتر فروش مال خودشون بوده، از اعضای و پرسنل خودشون بوده و تا الان هم هیچ کدوم جوابگوی ما نیستن. ما از اون امضای پای قرارداد جواب میخواییم. جلساتی هم با ایشون گذاشتیم؟ بارها و بارها تقاضای جلسه کردیم، به خواسته های ما وقی نگذاشتن. حدود 1-2 ماه پیش یک جلسه برگزار شد که اون هم باز جواب قانع کننده ای داده نشد و هیچ کس هم نیومد، اصلا هیچ نماینده ای ازشون حضور پیدا نکرد. کجا جلسه گذاشتیم؟ در همین پاساژ آدینه بود، در خود مجتمع، در محل پاساژ. امام جمعه رشت نماینده آقا امام عصر، امام خامنه ای، در استان گیلان. میدونین همون کسیه که پسرشو، گل پسرشو پخش کردیم مفصل توی یکی دوتا برنامه که میخواست نماینده بشه، امام نماینده شورا بشه، نماینده مجلس بشه. به هر حال تو اون رقابت ها و دعواهای خودشون آمده بودن، صلاحیت رو رد کرده بودن که تلفنی داشت میگفتش که من همه تونو خل میکنم، از استاندار فرماندار همه باید برن. به چه حقی مهدی منو حذف کردین؟ اسمش هم بدبختانه هم اسم من. افزون بر این مال مردم خوری آقای قربانی، امام جمعه پیشین رشت، و این مثالی که زدم، قارت جنگل ها، منابع طبیعی، مراتع، رانت بازی، هر اسبی که تونست آقای امام جمعه تازون تا اعتراض مردم به این ماجرای پروژه آدینه دامن گرفت تا بالاخره باعث شد رئیسش آقای امام خامنه‌ای بهش بگه استعفا بده. همین، استعفا بده، پول مردم بیخیال، استعفا بده، تازه ازت تقدیرم میکنیم. قربانی حدود 1 سال پیش برای دفتر، برای ابواب جمعی که دارم، 150 میلیون تومان در ماه من باید بدم. اگر 1 ماه ندهم، همین هم تجمع میکنن فردا، پول ما داده نشده، شکایتم به دادگاه میکنن، بیمه ما را ندادن فلان، قاضی هم حکم میکنه در علیه ما. کی دیده که یک قاضی مثلا در نظام مقدس علیه یک امام جمعه رأی بده، علیه نماینده پیشوا؟ الله اکبر. به ما هم مسلما قادیمه را ساختیم، مال ما نیست، یک وجه مال ما نیست، همان زیر وجه ما محتم رد نیست. مالک همه اینها ولی امر مسلمین است. همین حرفا رو زد، کله شد آقای قربانی. یعنی چی مالک همه اینها ولی امر مسلمین است؟
داد مردم در اومده، میگه من بی تقصیرم، همه اینا مال رئیسمه. بعد از اونور هر جایی که داد مردم در میاد میگن ربطی به رهبر معظم نداره. همیشه میگن آقا از همه چیز خبر دارن غیر از علم لدنی که معصوم دارن، گزارش ها از همه امور کشوری و لشکری تقدیم ایشون میشه هفته ای دوبار، مخصوصا نهادهای تحت نظر مستقیم خودشون مستقیما نظارت میکنه، چون گزارشش هیچ جا نمیره، نه به فرماندهی سپاه، نه ارتش، نه به دولت، هیچ جا، مستقیم زیر نظر آقای امام خامنه ای. نهاد ائمه جمعه یکی از این نهادهاست، ستاد ائمه جمعه، شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، جزئیات دیگر این نهاد سراسری، همه و همه خود رهبر معظم امامای جمعه رو منصوب میکنه، خودش رئیس ستاد نماز جمعه و شورای سیاست گذاری ائمه جمعه رو تعیین میکنه و نتیجتا گزارش این آدما مستقیما میره دست خودش، دست رئیسشون. حالا اولین پروژه کلاهبرداری آدینه که به طور وسیع رو شد همین رشت، رئیس دفتر رهبر گفت آقا اصلا خبر نداشتن از این پروژه. پروژه امضای نماینده آقا رو در استان داره. خیلی جالبه، این کسایی که تظاهرات میکردن میگن که آقا جون ما با این امضای حقوقی کار داریم. این یعنی چی؟ یعنی کاری نداریم که این امام جمعه است یا اون امام جمعه است، اینا نماینده رهبرن، ما با این کار داریم، ما با این طرفیم. میگه من خبر نداشتم. مگه یه روز دو روز بود؟ 9 ساله خبر نداشتم. 17 فروردین 97 محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری با اشاره به حضور آیت الله قربانی در امامت جمعه رشت گفت در این اواخر آقای قربانی طی نامه‌ای که به رهبری دادن گفتند قادر به اقامه نماز نیستم و ایشان حدود 20 هفته قادر به اقامه نماز نبودند و حضرت آقا هم عذر ایشان را پذیرفتند. که البته سخنرانی کرد گفت من حالم خیلی خوبه و قادرم هستم به اقامه نماز از این باری. رئیس دفتر مقام معظم رهبری تصریح کرد کسانی که در مجتمع آدینه حقی داشتن و دارند بدانند که ما در صدد احقاق آن هستیم. البته این ساختمان ربطی به رهبری و دفتر ایشان ندارد و حضرت آقا گفتند از وجود مجتمع آدینه خبر نداشتم. قوله که داری، بقیه جهارم که داری، حالا میگم نمونه تو کابونم میگم خبر نداشتی. خب بالاخره تو همین رشت تکلیف 800 نفری که از سال 88 پول دادن واسه مجتمع تجاری رشت چی میشه؟ قرار بوده واحدها حد اکثر 4 ساله بعد از قرار و قرار و قرار، قرار بوده 4 ساله پیکش دادن تحویل داده بشه. سال 92، از 88 تا 10 سال گذشته. حجت الاسلام رسول فلاحتی هم که به جای آیت الله قربانی شده امام جمعه رشت و نماینده آقا امام خامنه ای در استان گیلان، بعد از بررسی های فراوان و دلسوزی های بیشتر فرمودن نمی شود. نمی شود. چرا؟ 180 میلیارد تومان کم داریم. نماینده ولی فقیه در کجاست؟ من این جمله شو براتون بخونم. آها. نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به وضعیت مجتمع آدینه گفتند تا کنون حدود 20 جلسه در مورد وضعیت مجتمع مذکور برگزار کردیم، اما اتمام مجتمع آدینه به 180 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. حالا این یکی اومده کیسه‌شو پر کنه. من آخرش میرم هم اسممو به خاطر پسر قربانی عوض میکنم، هم فامیلمو به خاطر این امام جمعه جدید یارو رشته، تا دامن اسم و فامیل حتی از این نظام سراسر فاسد واقعا مطلقا پاک بشه. باور کنید در تونکابون بیش از 400 خریدار این مجتمع که جملگی شهروندان تونکابونی هستند و در حقیقت بیش از 400 خانواده اند که اکثر آنان تمام دارایی زمان خود را برای خرید یک واحد تجاری و اشتغال خود یا فرزندانشان در آینده با اعتماد به نهاد مقدس و جایگاه امام جمعه و اتکا به نمایندگان خود در شورای شهر سرمایه گذاری کردند و امروز پس از گذشت قریب به 10 سال
هنوز به حق خود نرسیدن و منتظر تعامل دو نهاد مردمی هستند. دو نهاد مردمی یعنی شهرداری و شورای شهرهای طرف و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که نمیدونم کجاش مردمیه از طرف دیگه. در سال 87 پس از نامنگاری بین امام جمعه وقت به نمایندگی از شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با شورای شهر تونکابون و شهرداری سرانجام در تیر ماه 87 صورت جلسه نهایی شامل تر و مفاد اجرای این پروژه تنظیم و مقرر شد. طبق توافق حاصل ظرف مدت یک سال اجرا و احداث شود. طرح مورد توافق طرفین در اجرای این پروژه چی بود؟ توجه بفرمایید، خواهش میکنم. ساخت مصلا یعنی نمازخونه در یک طبقه روی همکف به متراژ 10200 متر مربع، ساخت حوزه علمیه برادران به مساحت 2275 متر مربع در دو طبقه روی همکف، حوزه علمیه خواهران در دو طبقه روی همکف به متراژ 2100 متر مربع، خوابگاه حوزه علمیه به مساحت 1900 متر مربع در چهار طبقه، ساخت دفتر امام جمعه به مساحت 324 متر مربع، منزل مسکونی امام جمعه به مساحت 355 متر مربع و در نهایت ساخت مجتمع تجاری آدینه به متراژ 55700 متر مربع که صورت جلسه مذکور در شورای در شهرداری تنظیم شد و توافق کتبی برای انجام آن در حضور فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، چهار تن از اعضای شورای اسلامی شهر دوره سوم، شهردار و امام جمعه وقت به امضا رسید. خب عرض کردم توجه بفرمایید. ببینید توی این طرح که در حال اجراست، دفتر امام جمعه به مساحت 324 متر مربع، منزل مسکونی امام جمعه به مساحت 355 متر مربع. برای چی باید دستخوش بگیره امام جمعه مفخور؟ چرا باید با پول مردم نزدیک 700 متر مربع زیربنا با ساختمان مدرن همین جوری بهش داده بشه؟ اه؟ آخه شمایی که میرین پول میدین واسه این پروژه، بعدم میگین چرا خوردن؟ نمیگید رو چه حسابی باید مف خونه و دفتر کار بدیم با آخوندی که از اول تاریخش با همین تلک گیری از شما زندگی کرده؟ پروژه تونکابون به هیچ جا نمیرسه، همینجوری داره لق و لق مثلا پیش میره، مغازا به مردم داده نمیشه، پولشون هم خورده میشه، شهرداری هم به پولی از بابت پروژه نمیرسه، خامنه ای امام جمعه رو عوض میکنه، چه فرقی میکنه؟ شهردار میگه این پروژه آدینه سه طرف دعوا داره. سه رفته یه کرم هست. خب ما مالکین آدینه رو داریم که این بنده خدا سالهای سال منتظر این هستن که برشید مغازه هاشون در اختیار بگیرن. من میدونم بعضی از اینها کارمندهای بازنشسته هستن، به این امید که بشونه بردن اونجا گذاشتن که الان عرض میکنم خدمت یک شهرداری هست و طرف به نمایندگی از مردم و یک طرف دیگه هم شورای سیاستگذاری هست. شهردار میگه شورای ائمه جمعه 76 میلیارد تومان به شهرداری سر این پروژه بدهکاره. چرا؟ چون هیچ عوارض نداده از اول پروژه، فکر کرده واسه آخونده همه چی مفتی و باید حمایت هم بشن. ما عدد 76 میلیارد تا پایان سال 1395 دقیقا با همین روی کرد اعلام کردیم. ما دو ماه پیش هم آقای مهندس یک جلسه رو کل اعضا اینجا مصوبه دادن که بحث رفتن آقای امام جمعه بود، قرار بر این شد هر کسی دیگری هم آمد، چون موقع اعلام شد مبنی بر این که معاملهی صورت گرفت روی رفتن آقای امام جمعه که هر کسی دیگری آمد این مبلغ یا هست بشه یا کم بشه. این رو ما نمیپذیریم، اینجا هم مصوبه دادیم ما. بله ولی ها پولی میشه، ولی مردم پولشون رو دادن نمیذارن. شهردار میگه حالا که شما از مالتون نمیگذرین، سهام داره اونام نمیدن، بیاین چیکار کنیم؟ باور کنین میشنوید الان میگه بیاین نرمش قهرمانانه بکنیم. در مورد بحث نرمش قهرمانانه به این جهت بود که شاید این امکان وجود نداشته باشه کل این مبلغ
به طور نقدی پرداخت بشه. ملک بدن. خب نه همین. مال بدن. ما اگر استشای دکتر منصور یا فرمایشی داشتن مبنی بر اینکه آیا با توجه به صحبت‌هایی که شما داشتید این پیش بینی رو می‌کنید که اینها نقدی پرداخت کنن، که من همونجا خدمت ایشون عرض کردم که نقدی اینها نمیتونن پرداخت کنن، ما باید نرمش قهرمانانه نشون بدیم که به نوعی مدیریت بکنیم. چجوری حساب میکنن اگرم با نرمش قهرمانانشون بخوان بدن؟ تو مملکتی که ارزش پول سقوط و آزاد دائمی داره، پولی که گرفتن چقدر بوده؟ تو رشت وقتی آدینه رو امام جمعه به عنوان واسطه آقا امام خامنه‌ای بالا کشید، مردم ریختن یقی نمایندش رو گرفتن که بابا پولی که ما اون موقع گذاشتیم الان یک دهم ارزش اون موقع رو نداره. آج آقا 85 میلیون 9 سال پیش برابر میدونم با 700 میلیون تومان امروز. آج آقا 700 میلیون تومان پول من امروز، مال من، زندگی من و زن بچه من دگرگون میکنه. 700 میلیون تومان خیلی واسه من. دست آیت الله قربانی پولمون رو میخوایم، پولمون رو میخوایم، حق زن بچه من رو میخوایم قربان. 700 میلیون تومان به پول امروز میشه، متوجه میشین شما؟ حسن این شاید برای شما پولی نباشه، واقعا خیلیه، زندگی اونو دگرگون میکنه. آقا یه سلامت بدید. صلوات بفرستین آقایون بر محمد و آل محمد، که یکیشون آل محمد امام خامنه ایست. پول گرفتن نمیدن، میگیم جنس بدین جاش، میگن نداریم. ببینین دیگه جلسه شورای شهرتون کابون گوش بدین. این رو نداریم که پول مردم رو به هر نهادی ببخشیم. بله 100%. اما اگر نقدن هم نشونستن بدن، اعضای محترم اینجا نشستن همشون هم اعتقاد دارن که آقا رو تعاطر بکنی. یک دوره هم قول دادن یک طبقه یا دو طبقه رو به عنوان بدهیشون پرداخت بکنن، اما بعد گفتن فروخته شده. حالا شورای سیاست‌گذاری اینجا ملک نداره، این همه جای کشور ستاد مسلط آدینه ساختن، از خودشون فروختن مال مردم. ببینین روشنه براتون دیگه. یه مثال بزنم، یه بابایی میاد با شما قرارداد می‌بنده، میگه بیا این 10 میلیون تومان هم من بگیر، برو یه پراید بدبخت واسه هم بخر، میان قدم میدم بهت چون تو دست تو کار واردتری. شما میرین با پول اون بابا یه پراید بدبخت می‌خرین، بعد به جای اینکه بدینش به همونی که پول ازش گرفتین، نمیدین، ماشینو میفروشین واسه خودتون. بعدم به یارو میگین با پول تو ماشین خریدم، اما فروختمش دیگه، ماشینم ندارم که بهت بدم. این پر روی، این تو ایران جوک نیست، این تو ایران با این حکومت خاطرات هر روز است. این که میگم زندگی مردم ما کمدی تراژدیه، اینه، این نمونش. گوش کنین فرصتی که داریم در همین چند دقیقه، گزارش آقای مجیدی رو بشنوین از هیئت امنای آدینه تن کابون. طبق گزارش که ایشون میده، میبایست تا نوروز 98 حد اکثر بعد از 1000 بار عقب افتادن پروژه کامل آماده میشده. حسب جلسه‌ای که در تاریخ 25/5/97 در تهران مشترکاً برگزار شده بود و ما به نمایندگی از خریداران در جلسه حضور داشتیم، اولین مورد در رابطه با رفع مشکل مجوزهای شهرداری و عکس پاسخ‌های مثبت آب، برق، گاز و تلفن جهت مجموعه بوده که در این مورد با توجه به پیگیری‌هایی که ایشون انجام دادن و موانعی رو که در مسیر وجود داشت موفق شدن این جواب نامه رو بگیرن و قرار بود امروز آخرین جلسه برگزار بشه جهت توصیل ماده 100 و عکس پروانه ساختمانی هم که این کار هم انجام بشه که دستشون درد نکنه این کار انجام شه. بحث بعدی پیگیری انجام عملیات ساختمانی که خیلی کند پیش میره، باید تسریع میشد. با توجه مطالباتی که ما انجام دادیم، متاسفانه یا خوشبختانه جناب آقای اخوت هیچ گونه برنامه زمانبندی رو به ما ندادن، ولی با توجه به اصراری که دوستان داشتن در نهایت ایشون فرمودن ما توقع داریم که در پایان امسال و در نوروز ابتدای سال 98 این مجموعه اگر راه اندازی بشه، ما تلاشمون رو بکنیم، مشکل خاصی پیش نیاد که انشالله انجام بشه، میتونه بابت برندسازی این مجموعه استارت مناسبی داشته باشه. پس پایان سال 97 و نوروز 98 این وعده داده شده به صورت غیر مستقیم. این وعده رو برج 5 سال گذشته آقای اخوت نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در جلسه به خریداران پادر هوا داده است.
الان برج 8 سال 98 چی شد؟ بعد با پول این مردم چی کار میکنی آقای امام جمعه؟ آقای اطرافیانش، آقای اون که نماینده امام جمعه رشت بود گفت صلوات بفرستین که گردنشو تبر قطع نمیکرد. این آدم با آدم های شبیه این دور برای امام جمعه ها مف میخورن. با پول مردم که گذاشتن شما با این پول چی کار میکنین؟ چجوری کار میکنین؟ کجا بساز بفروش میکنین؟ تا کی میتونین مقاومت کنین در برابر مردم؟ حاج آقا امام خامنه ای نوندونی درست کردی واسه نماینده ها تو شهرها و استانهای این کشور پهناور که تبلیغ تو بکنن و بگن موقع تولد یا علی گفتی و بگن این خدایی و قدمگاه واسه درست بکنن. این کارنامه امامان جمعه است که هر چه برق بزنی جلوی مردم بذاری این کارنامه رو فقط و فقط خشمشون نسبت به تو که رئیسشونی بیشتر میشه. این بساط تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ بریم پرده آخر. ملت چی داشت اون وقت؟ چیزی نداشت که دستش میشستن یه چیزی انقدری درست میکردن، مگه این مقابل اون چیزی که اونا داشتن یه چیزی بود؟ شب و روزگار خوش.